به نام خدا. ادامه درس جلسه قبلمون، اگر خاطرتون باشه توی درس قبل ما ساختار لوئیس رو داشتیم راجبش صحبت میکردیم، یه بخشای از ساختار لوئیس رو گفتیم. یه مرور سریع اگه بخوام بهش بکنم، تو ساختار لوئیس ها مدل الکترون نقطه‌ای، حالا مدل های مختلف رو گفتیم راجبش حرف زدیم. بعد اومدیم درباره این که ساختار لوئیس تو ترکیبات چجوری رسم میشه، ترکیبات دوتایی، ترکیبات چندتایی، اسید اکسیژن دار و بعد اکسیدهای نیتروژن، اینا رو همه راجبش صحبت کردیم. از سرفصل ساختار لوئیس ما اگر خاطرتون باشه، حالا اگه نگاه کنید که حتما نگاه کردید، ما دوتا سرفصل باقی مانده داریم. یکی رسم ساختار لوئیس آنیون و کاتیونه و یکی هم یک بحثی به نام ساختار لوئیس خارج از اوکتت. خب حالا دونه دونه اینها رو بررسی میکنیم. تو آنیون کاتیون یه کمی توضیحات مختصرتره، توی خارج از اوکتت یه مقداری دقت بیشتری میخواد. خب پس میریم سراغ رسم آنیون و کاتیون. الان اینجا هستیم. خب برای اینکه خیالتون رو راحت کنم در مورد کاتیون، ما فقط یه کاتیون چند تایی داریم. اولا معلومه که وقتی ما میگیم آنیون و کاتیون، آنیون و کاتیون چند تایی طبیعتاً، برای کاتیون ما فقط یک کاتیون چند تایی رو توی دبیرستان بررسی میکنیم، اون رو هم میشناسید. پس من یادداشت میکنم اینجا، من یک کاتیون رو بررسی میکنم، هم یه دونه که توی کاتیون چند تایی، این رو بررسی میکنیم، انهاش چهار مثبت یا آمونیوم. خب باز دوباره همون روال سابق رو میریم، یعنی میایم اتم مرکزی رسم میکنیم. نیتروژن عنصری است اتمیه از گروه 15، پس دور ما نمادش اومدیم و 5 تا الکترون های ظرفیتش رو رسم کردیم. خب حالا میایید به ترتیب هیدروژن ها رو متصل میکنید. بسیار خوب، این یک هیدروژن، این هیدروژن دوم که هممون بلدیم، هیدروژن سوم، این تا اینجا آمونیاک، این آمونیاکه، درست؟ این آمونیاک. حالا اون هاش بعدی که وارد میشه، هاش بعدی که میخواید بیارید، اون هاش مثبت یک الکترون از دست داده، یک فضای خالی یا اوربیتال خالی پیدا کرده و بعد با نیتروژن چیه؟ پیوند داتیو داده. به عبارتی الان هاشیه که شما که به این صورت هست، این الکترون حذف میشه در هاش مثبت و به جاش این فضای خالی هست، این هاش مثبته. حالا این هاش مثبت میاد یک پیوند داتیو برقرار میکنه، یعنی گیرنده یک پیوند داتیو میشه از جفت الکترون هایی که روی نیتروژنه. پس این میشه تصویر انهاشار مثبت. پس یه بار دیگه تکرار میکنم، هیدروژن یک دونه الکترون داشت، این الکترونش رو دست میده، یک اوربیتال یا فضای خالی ایجاد میشه. حالا شاید بعداً راجع به اوربیتال اینا توضیح بیشتری دادیم، فعلا نمیخوایم راجع بهش حرف بزنیم. یک فضای خالی، اوربیتال خالی ایجاد میشه، بین این فضای خالی و اون جفت الکترون نیتروژن یک پیوند داتیو. حالا من پیوند داتیو با فلش نشون میدم، توی قبلی ها هم دیدیم که من با فلش نشون میدادم، شما میتونید با یک خط نشونش بدید، این میشود انهاش چهار مثبت. منتهان در نمایش انهاش چهار مثبت یا کاتیون ها و آنیون های چند تایی، دقت فرمودید که اینا رو حتما دیدید که اینو به این صورت نشون میدن. توی تست ها هم ما بهش اشاره کردیم، اون تست های که بهتون دادیم، این انهاش چهار و این بالا پشت این کروشه یک علامت مثبت میگذارن. معنای این اینه که بعد از اینکه تشکیل شد، در زمان تشکیل اتفاقی که میفته اینه که 3 تا پیوند کووالانسیه و یه دونه هم داتیو، حالا یا داتیو هم که میدونید بهش کووالانسی کوردینانسی هم میگن یا کوردینانسی بهش میگن، این بعد از اینکه پیوند تشکیل شد دیگه این 4 پیوند قابل فرق و تفاوت با هم نیست، یعنی این علامت مثبت معلوم نیست که مال کدام یکی از این هیدروژن هاست، مربوط به کل این مجموعه است. این علامت مثبت مال کل این، ما این مال کل یونه، بار مربوط به کل یونه، جای مشخصی براش دیگه قابل تصور نیست. این در مورد تنها کاتیون چند تایی که ما بررسی میکنیم. اما درباره آنیون ها، خب دقت بفرمایید، من یه مثال بزنم و بعد یه ذره توضیح راجع بشه. یه آنیونی مثال بزنیم، به عنوان مثال مثلا
NOC منفی. اگر آنیونی به شما میده، کاری که میتونید انجام بدید اینه که به تعداد، دقت کنید، به تعداد بار منفیش بهش هاش مثبت بدید. تکرار میکنم، تو آنیون ها به تعداد بار منفیش بهش هاش مثبت بدید. یعنی مثلا NOC منفی یک بار منفیه، من یه دونه هاش مثبت میدم، پس خواهد شد هاش NO3 تبدیل شد مثلا این به اسید اکسیژن دار، یا ترکیباتی که رسمشو بلدیم حالا شروع میکنیم به رسم کردن، مثلا هاش NO3. بسیار خوب، من رسم میکنم. اگه خاطرتون باشه اتم مرکزی تعدادش کمتر به تعداد ظرفیت اسید، اون حرفه که جلسه قبل زدیم، به اتم مرکزی OH وصل بفرمایید. این یه دونه OH، ظرفیت اسید یکه، یه دونه OH وصل کردیم. اکسیژن های اضافی رو بیاید و با پیوند دوگانه و داتیف طبق همون حرفه قبلیمون وصل بفرمایید. بسیار خوب، این الان مثلا میشود یه دونه او، هنوز یه اوی دیگه داریم، اینم اوی دوم، هاش ان او سه. خب شما هاش مثبت داده بودید، اینی شکلی دید. شما هاش مثبت داده بودید، حالا هاش مثبتتون رو پس بگیرید، خودمون دادیم بهش هاش مثبت، دقت بفرمایید، هاش مثبت رو ازش پس بگیرید، یعنی این میره هاش مثبت، الکترون ها میمونه، هاش مثبته میره. بسیار خوب، و این مجموعه شما خواهد شد چی بفرمایید؟ این مجموعتون میشه NOC یک بار منفی. پس یه بار دیگه تکرار میکنم، شما به تعداد، یکی دیگه الان رسم میکنیم، به تعداد بار آنیون بیاین و بهش هاش مثبت بدید. مثلا NOC یه بار منفی، یه دونه هاش مثبت میدیم. SO4 دو بار منفی، دو بار مثبت میدیم. PO4 سه بار منفی، سه تا هاش مثبت میدیم. و بعد رسمش کنید مطابق اون قرار و اون درسی که قبلا داشتیم، طبق همون رسمش میکنیم. حالا هاش مثبت دادیم، هاش مثبت رو پس میگیریم. دقت فرمودید؟ اینم از یه مثال دیگه ازش حل کنیم و بعد بریم وارد خارج از اوکتت بدیم. مثال بزنم، مثلا به شما میگه همین که الان گفتیم PO4 سه بار منفی رو بکش. خب این سه تا بار منفی داره، پس سه تا هاش مثبت بهش اضافه میکنم، تبدیل میشود به H3PO4. حالا اینو رسم میکنیم، اتم مرکزی، بسیار خوب، اتم مرکزی فسفر به این صورت، به تعداد ظرفیت اسید بهش OH وصل میکنیم، ظرفیت اسیدمون سه دیگه، سه تا OH وصل میکنیم. بسیار خوب، این یه دونه OH، یه OH، اینم یه OH. حالا اکسیژن های اضافی رو هم با، حالا دوگانه که نمیتونیم، پس میریم با داتیو متصل میکنیم. بسیار خوب، اینم داتیومون، گفتیم خودمون هاش مثبت دادیم، خودمون هم پس میریم هاش مثبت. بسیار خوب، اینو پس میگیریم، پس میگیریم، پس میگیریم، و این به این صورت خواهد شد چی؟ PO4 سه بار منفی. دقت کردید همشون به این روش قابل رسمه. حالا مثلا چه میدونم چیزهای دیگه هم دادم به همین صورت، هاش مثبت، رسم، و عرض کنم که پس گرفتن هاش مثبت. خب باز میتونیم مثال دیگه بزنیم، SO4 دوبار منفی، و حالا بقیه آنیون هایی که هستند و ما باهاش سر و کار داریم. خب باید بریم قسمت دوم، یعنی بحث خارج از اوکتت، یک توضیح اونجا، و بعد فکر میکنم این سرفصل جمع جور میشه، بتونیم یه سری حالا یا اینجا یا تو کلاس تست حل بکنیم. خب آخرین قسمت تو ساختار لوئیس بحث مربوط به خارج از اوکتت بود. یه مقداری دقت میطلبه و باید بهش دقت بکنید. من یک توضیحاتی هم لازم داره که سریع حالا یه مرور خیلی تندی بهش میکنم، و اگر مشکل خاصی بود، مسئله خاصی بود، سعی میکنیم که توی کلاس سوال رو جواب بدیم، تو کلاس های خودمون. خارج از اوکتت، خب من یه مثال بزنم، مثال های مختلف رو ببینید. اولیش به عنوان مثال، مثلا میشه ICL2 منفی،
دومیش خواهد شد مثلا PCL 4 مثبت و سومیش خواهد شد SF6. من مخصوصا اینجوری مثال ها رو میگم که شما ببینید در رسم خارج از اوکتت که الان میگیم موضوع چیه، هم آنیون ممکنه ایجاد شده باشه، هم کاتیون ممکنه ایجاد شده، هم خود مولکول. پس من هم آنیون میتونم داشته باشم، هم کاتیون و هم مولکول خونسار. سوالی که اول مطرح میشه اینه که اصلا خارج از اوکتت یعنی چی؟ ببینید مفهومش روشه، به این معنی که یعنی این اتم ها گروهیشون، اتم مرکزیشون، حالا یه جایی اینجا اتم های مرکزی هن، خب اینا دیگه قاعده اوکتت رو رعایت نمی کنن، یعنی هشتایی نمیشن، خب و از اون هشتایی شما عبور میکنن. بسیار خوب، مثلا فرض بفرمایید که در SF6 کاملا مشخصه که این SF6ی که شما مثلا دارید، خب این اوکتت رو رعایت نمی کنه. شما اسی رو دارید که اومده با 6 تا فلور پیوند داده به ترتیبی که خواهید دید، خب و هر کدوم اینا یه جو الکترون پیوندی دارن طبیعتاً. اگه فرض کنیم اس هیچ الکترون ناپیوندی هم نداره، حالا قبل از رسمش واقعا هم نداره، الان فرض کنیم که اصلا هم نداره، همینجوری بخوایم حساب کتاب کنیم، شما 6 تا فلور رو اومدی پیوند دادی با گوگرد، یعنی 6 دو تا میشه 12 تا، پس این از اوکتت قطعاً خارج شده. خب پس اینا رسمایی است که اتم ها از اوکتت، حالا بعضیاشون اومدن و از فرایند اوکتت خارج شدن. خب اولین سوالی که مطرح میشه اینه که ما از کجا بفهمیم، از کجا بدانیم که این از اوکتت خارجه و بعد بریم از این قاعده انجام بدیم. البته ببینید اون چیزی که الان میخوایم توضیح بدیم یه بخشی از این در حقیقت فرایند و قصه است، این خودش داستان داره، قسمت مختلف داره. ما یه قسمتش که به ما مربوط میشه و البته اینا هم خب طبیعتاً یه مقداری از سطح کتاب بالاتره، در همین حد برای شما کافیه. بسیار خوب، از کجا بفهمیم که اینها اوکتت نیست؟ دقت کنید، خیلی ساده است. شما بیاید و اتم مرکزی رو رسم بفرمایید، این اتم مرکزیش گوگرد اس سولفور گروه 16 است دیگه، پس بیایم رسمش میکنیم. الان چند تا تک روی اتم مرکزی هست؟ چند تا الکترون تک دارید؟ شما دو الکترون تک دارید، درست شد؟ چند تا اتم تک بهش وصله؟ 6 تا، چون فلور هر کدوم یکی یه دونه تک دارن، ما 6 تا تک رو وصل کردیم، 6 تا اتم کناری تک وصل شدن به اتم مرکزی که فقط دو تا تک داره. این مشخصه که در این حالت قابل انجام نیست و این از اوکتت خارجه. به عبارتی اگر تعداد الکترون‌های تک اطراف اتم مرکزی از تعداد الکترون‌های تک اتم مرکزی بیشتر باشه، نتیجه این میشه که این از اوکتت خارج میشه. یعنی الان این دو تا تک داره ولی 6 تا تک وصل، خب این اینجوری به این قابل وصل نیست. مشخص هم هست که مثلا فلور نمیتونه با پیوند داتیو وصل بشه، اصلا چه امکانی براش نیست. یا مثلا PCL 4 مثبت، پی رو دقت بفرمایید، پی الان گروه 15 است، چند تا تک بهش وصله؟ چند تا تک داره خودش؟ 3 تا. چند تا تک بهش وصله؟ 4 تا. پس اینم از اوکتت خارج، یعنی با رسم خارج از اوکتت رسم میشه. این چطور؟ آی چند تا نگاه کنید، آی گروه 17 است، یه دونه تک داره، درست شد؟ چند تا تک بهش وصله؟ علی دقت بفرمایید، دو تا تک بهش وصله، پس این هم از اوکتت خارجه. خب چه کنیم در رسم اینها؟ ببین اینا نکته زیاد دارن، باز من تاکید میکنم حرف و نکته و اینها زیاد براشون وجود داره. ما سعی میکنیم یه قسمت کوچیکشو بگیم که به درد کار خودمون میخوره، کارمون رو بتونیم راه بندازیم. خب ببینید گام اولش اینه که شما بیاید اتم مرکزیشو رسم کنید. خب من اتم مرکزی اینو رسم کردم، لایه آخرشو نشون بدید. بسیار خوب، لایه ظرفیت این، الان این لایه ظرفیتش هر چیزی که هست، لایه ظرفیت آی، این هر چی قبلش داره دیگه، میشه NS2 NP5 NS2 NP5 N‌تون هم حتما بزرگتر مساوی 3 باشه، اینا حالا دلیل داره، N باید بزرگتر مساوی 3 باشه. حالا من سعی میکنم اینها رو با اوربیتال نشون بدم،
یه کوچولو راجع به اوربیتال حرف میزنم، اول میکشیمش و بعد یه کوچولو راجع بهش حرف میزنیم، خیلی کارمون رو ساده میکنه. بسیار خوب، الان این با اوربیتال میخوایم نشونش بدیم. این میشود این، این هم میشود به این صورت. دقت بفرمایید، این هوسی. اینا هر کدوم به چه معنیه؟ چند تا تعریف. یکی تعریف چی؟ اوربیتال. این در کتاب تعریفش هست، اسمش نیست. فصل اول دهم، فضایی در اطراف هسته که احتمال حضور الکترون در آن بیشتر است. این یه حرف، فضای اطراف هسته که احتمال حضور درش بیشتره. خب زیر لایه ها بگیم تعداد اوربیتال چی؟ زیر لایه ها S P D F، حالا بازم G H و اینا هم میشه گفت. این زیر لایه است. تعداد اوربیتالش چند تاست؟ یه توضیح الان میدم. این یکی، این سه تا، این پنج تا و این هفت تا. خب ببینید، پس در نتیجه اتفاقی که میفته اینه که یه ذره توضیح بگیم، یه کوچولو، خیلی نمیخوایم اینو گسترشش بدیم چون از کتاب خارج شدیم، نمیخوایم خیلی گسترشش بدیم، ولی یه سری حرفای اینجا الان کاملا معنی پیدا میکنه. میگیم در حدی که کارمون رو راه بندازه. ببینید، پس اوربیتال فضایی در اطراف هسته است که احتمال حضور الکترون در آن بیشتر است. این یعنی چی؟ خب اول تصور میکردن که اینا مدارن، الکترون ها در مدارهای N1، N2، N3 که خوندید در همون بحث مربوط به دهم فصل اول، و بعد اومدن دیدن که خب اصلا اینجوری نیست، یعنی این که اینا به صورت خط نیستن. اول فهم کردن خط مدار، بعد فهمیدن که اینا خط نیست، به صورت لایه است. این خطا یه دونه مثلا نخ نیست، یه کمربنده. بعد زیر لایه ها مطرح شدن، بحث مدل های کوانتومی اینجا تکمیل میشه. یعنی به عبارتی اول N1، N2، N3، N4 هم رو که خوندید، تعداد الکترون هاش، مدل بور، و بعد شد زیلایی های S و P و D و F و اینها و الاخر. خب بعد متوجه شدن که میتونن احتمال حضور رو بررسی کنن، فضای احتمالی رو بررسی کنن، نه اینکه حتما در یه جایی حتما الکترون هست یا نیست، فقط فضاش قابل بررسیه، احتمالش قابل بررسیه. پس شد اوربیتال. یعنی در هر کدام از زیلایه ها فضاهایی وجود داره که حالا نمیخوایم بگیم مثلا کره و دمبل و فلان این حرفا، فضاهایی وجود داره که احتمال حضور الکترون در آن بیشتر است که بهش میگن اوربیتال. خب بعد اومدن گفتن در زیرلایه S ما یه دونه اوربیتال داریم، یعنی یک فضا احتمال حضور الکترون درش بیشتره، سه فضا بیشتره، پنج فضا بیشتره، هفت فضا بیشتره. هر اوربیتال رو با یک مربع، حالا یا میتونه یک دایره باشه بعضی جا فرقی نداره، با یه مربع یا یک دایره نشون میدن. هر الکترون رو با یک فلش نشون خواهند داد. درست شد؟ این هم داشته باشیم، یه مروری به اینها سریع بکنیم. با فلش نشون میدن، اینی که فلش ها رو بالا و پایین در حال رسم کردنن بدونید، حالا یک اصلیست به نام اصل ترد پاولی که حالا کاری باش نداریم، فقط در حد این که بدونید هر اوربیتال با یه مربع، فلش های بالا و پایین، اصل ترد پاولی، و اینی که ملاحظه میفرمایید اینجوری کشیدیم مربوط به این میشه که در یه اصلی وجود داره به نام اصل هوند، که شما اگر بخواید تو اوربیتال های همتراز، اصطلاحاً اوربیتال هایی که ماره یک زیر لایه هستن، بخواید الکترون ها رو توش قرار بدید، اول هر کدوم یکی یه دونه میگیره و بعد اینها پر میشن. یعنی چی؟ یعنی مثلا من اگه به عنوان مثال بخوام N7 رو به شما نشون بدم، N خواهد شد همین 1S2، 2S2 و این میشه 2P3. دقت کنید، این یه دونه، نگاه کنید، یه دونه اوربیتال داره، این سه تا داره، این دو تای این کاری نداریم، همترازها، یعنی الان P سه تا الکترون توش هست. به هر اوربیتالی، به هر مربع یکی یه دونه بدید، بعد اگر که بیشتر بود از اول شروع کنید به پر کردن. یعنی مثلا این اگه به جای سه، برفرضا
مثلا این به جای نیتروژن بر فرض مثلا چه میدونم اکسیژن بود، الان این میشد 4. دقت بفرمایید، و این یه دونه به این اضافه میشد و همینطوری بر مورد بقیهش. خب حالا اینا عرض میکنم خیلی مفصله، قبلا یه کوچولو اشاره های هم کرده بودیم، الان فقط دوباره اینو گفتمش که این یادآوری بشه. اگر کسی تو این زمینه سوالی براش مطرح میشه، خیلی مختصر، خیلی کم، در حدی که به کارمون بیاد، تو کلاس بپرسه، در خدمتشون خواهیم بود. بسیار خوب، پس الان این به این صورته، درست شد؟ و این الان میشه یاد شما. خب این میتونه فقط یک دونه کلور رو بپذیره، دقت کنید، فقط یک کلور رو میتونه بپذیره. اگر تعداد کلور بیشتری بود که الان اینجا بیشتره، چه اتفاقی باید بیفته؟ یک اتفاقی میفته، من اینجا یادداشتش میکنم بچه‌ها، اینجا به نام اصل برانگیختگی. اصل برانگیختگی چیست؟ انتقال الکترون در یک لایه اصلی بین زیر لایه ها. پس چی شد؟ دوباره تکرار. این برانگیختگی اون برانگیختگی نیست که شما مثلا توی برفرض مثلا تو اتم هیدروژن دارید توی به عنوان مثال توی شیمی دهم میبینید، مثلا میاید انرژی میدید به الکترون، الکترون از مثلا لایه 1 میره 2 میره 3 میره 5 میره 6 بعد برمیگرده و بعد طیف مرئی و نامرئی و اینها، اون منظور نیست. انتقال الکترون در یک لایه اصلی، در یک لایه اصلی، از یک اوربیتال پر، از یک فضای پر به یک فضای خالی، این عکس جمع شدگیه، از یک فضای پر به یک فضای خالی، به صورتی که حاصلش دو تا فضای نیمه پر بشه. تکرار میکنم، انتقال الکترون در یک لایه اصلی بین زیر لایه هاش، در یک لایه اصلی، از یک فضای پر به یک فضای خالی، از یک اوربیتال پر به یک اوربیتال خالی، به صورتی که حاصل آن دو اوربیتال یا دو فضای نیمه پر باشه، به این میگن اصل برانگیختگی. دقت میفرمایید که حالا اینا رو یک توضیحاتی قبلا دادم، دوباره میخوام ازش یه تکرار کنم و بعد استفاده. بسیار خوب، حالا اینا رو داریم، همه رو این توضیحات رو گفتیم، اگه یادتون باشه ما از اینا همه استفاده هم کردیم در قسمت کربن مونوکسید و اینها. خب دوباره یه تکراری انجام شد، بریم سر وقت این. الان میخوایم اینو برانگیخته کنیم. بسیار خوب، الان برانگیختگی انجام میشه، این برانگیختگی باید بره در یک زیر لایه. خب من ND دارم دیگه، ND 0. خب چرا اینو گفتیم بزرگتر از 3 باشه؟ برای اینکه دسترسی به دی داشته باشیم، خاطرت هست، دسترسی به دی داشته باشیم. بسیار خوب، این انتقال انجام میشه، امیدوارم که حالا اینها تکرارش براتون کارکرد داشته باشه. خب اینا رو یه سری دیدیم، توضیح گفتیم، علی یه بار دیگه که اینها براتون انشالله کارکرد داشته باشه، خوب بخونینش، خوب مطالعه بکنید، از این خیلی فراتر نرید ها؟ البته اگه سوالی براتون پیش میاد بپرسید، ولی خیلی فراتر نرید چون خیلی به کارمون نمیاد. همین اصل هوند و اصل ترد پاولی و اینها رو یه حرکتی. خیلی خوب، به تعدادی که نیاز دارید برانگیختگی ایجاد کنید، به تعدادی که نیاز دارید. من الان دو تا تک میخوام، یه دونه تک دارم، پس من یه برانگیختگی دیگه باید انجام بدم برای اینکه دو تا تک ایجاد کنم. اینو انجام بدم میذارم اینجا. الان چند تا تک شده؟ یه تک، این دو تا تک و این سه تا تک. بیایید و اینها رو بهش وصل کنید، یعنی کلورها رو، اتم کناری رو بهش وصل کنید. بسیار خوب، من یه دونه این بهش وصل میکنم، نگاه کنید، اینم یه کلور دیگه، درسته؟ خب اگر آنیون بود، به تعداد بار منفی بهش الکترون بدید، اگر کاتیون بود به تعداد بار مثبت ازش الکترون بگیرید. خیلی خوب، الان این آنیونه، بارش هم یک بار منفیه، خب پس بیاید بهش یک الکترون بدید. طبق همون اصل هوند و اینایی که قبلا گفتیم، الان دوباره یه تکراری روش زدیم که ببینید ماجرا چیه. خیلی خوب، پس الان این شد ICL2 منفی. در مورد اینها ببینید، الان مثلا اتم مرکزی 2 4 6 8 10 جفت الکترون روش هست،
از اوکت هم خارج شد. درست؟ که سه جفتش رو اتم مرکزی، سه جفتش ناپیوندیه و دو جفتش یه پیوندیه. به عبارتی اگه شما بخوای رسمش بکنی این شکلیه بچه ها. این آی، این یه جفت، این دو جفت، مثل میخوام بگیم سه جفت، دو تا هم سی ال بهش وصله. این یه دونه سی ال، درسته؟ این یه دونه سی ال، خب طبیعتاً این آی سی ال دو منفی، حالا هر جوری که دوست دارید. این تصویر چیه؟ آی سی ال دو منفی. در مورد ساختار اینا معمولاً خیلی راجع به شکل و ساختار و ایناش خیلی حرف نمیزنن، بیشتر رو جفت الکترون ناپیوندی و جفت الکترون پیوندی و رو اتم مرکزی، رو کناری یا اختلافاشون اینا صحبت میشه. حالا عین همین این ور انجام میشه. بسیار خوب، عین همین ما این ور انجامش بدیم. خب فسفر باز لایه ظرفیت رو رسم کنیم، خواهد شد NS2 NP3. این NS2 NP3 درست؟ قبلش هم حالا داریم دیگه، هرچی لایه ظرفیتشه. دوباره همون کار رو انجام میدیم با اون اصولی که گفتیم بهتون. این میشه 1 2 3. انش از 3 بزرگتره، یعنی از لایه سوم به بعد دسترسی به زیر لایه دی دارد. بسیار خوب، پس میریم سراغ اندیش که اندی صفره. این اندی صفر ماست. خب یه دونه باید ما برانگیختگی بزنیم، زدیم. بسیار خوب، این یه دونه برانگیختگی بزنیم، خوشگلتر بکشیم اینو. یه دونه برانگیختگی زدیم، شد 5 تا. حالا اتفاقی که میفته اینه که کلورا رو به این وصل میکنیم. این یک کلور، این یک کلور دیگر، این یک کلور دیگه. این یکی از سریع ترین راه هایی که شما میتونید کار انجام بدید. و اگر کاتیون بود گفتیم به تعداد بار کاتیون شما الکترون میکنید. پس اگر آنیون بود به تعداد بار آنیون بهش الکترون میدید، اگر کاتیون بود به تعداد بار الکترون، بار ایون ازش الکترون میکنید. بسیار خوب، من ازش میکنم اینو. پس الان روی فسفر شما جفت الکترون ناپیوندی ندارید، کنده شده رفته. در مورد SF6 باز به همین ترتیب، من SF6 رو اینجا میام رسمش میکنم. خب در مورد S دوباره میشه NS2 NP چند؟ NP عرض کنم که S میشه NP4. بسیار خوب، این الان دوباره همون کار رو باش انجام میدیم. این Sمون عرض به حضور شما که این پیمون اصله هون دسته ترد پاولی و این هم میشود باز ان دیمون. خب برانگیختگی ها رو بزنید دونه دونه. خب الان من میخوام شروع کنم اینا رو برانگیخته کردن. این الان دو تا تک داره، یه دونه از اینجا بیاد بره بشینه اینجا، این میشه چند تا تک؟ میشه 4 تا تک. پس میتونه SF4 بسازه. یه دونه دیگه برانگیختگی میزنید و 6 تا تک ایجاد میکنید، الان میشه SF6. درسته؟ حالا اینا دونه دونه میتونه به این وصل بشه. این F، حالا جفت الکتروناشو باید بگذارم الان. F، این F، این F و این هم F. بسیار خوب، این الان پس باز دقت بفرمایید که این از اوکتت خارج و این هم طریقه چیش؟ طریقه رسمش. درست؟ این میشه رسمه خارج از اوکتت. یه مرور، اگر که ما خارج از اوکتت بودیم یعنی که تعداد تک های الکترون های تک اتم مرکزی رو میشماریم، ظرفیتش رو میکشیم، تا الکترون تکش رو میشماریم. اگه بیش از الکترون تکش بهش اتم وصل بود، اتم تک کناری وصل بود، میشه خارج از اوکتت. کاری که انجام میدیم لایه ظرفیتش رو میکشیم طبق همین حرفایی که گفتیم و قبلا هم اشاره کرده بودیم بهش. اینا رو رسم میکنیم، اوربیتال هاش رو میکشیم، فضاهای خالی و پرش رو نشون میدیم، به تعداد مورد نیاز برانگیختگی ایجاد میکنیم و اتم های کناری رو بهش وصل میکنیم. اگر آنیون بود به تعداد بار منفی بهش الکترون میدیم، اگر کاتیون بود به تعداد بار مثبت ازش الکترون میگیریم. این میشه خارج از اوکتت. اینجا الان بحث مربوط به ساختار لوئیس تمام شد، فقط یه نکات ریزی توش داریم که میریم برای حل تستای بعدیشو و بعد نشون میدیم که چیه ماجرا. خب یه سرفصل دیگه که بعد ساختار لوئیس میخوایم با هم کار بکنیم و توضیح بگم و ان شاءالله تستاش بمونه برای کلاس خودمون،
بحث پیوند شیمیایی و نیروهای بین مولکولی است. این عنوان یه مقداری شالا توی فصلهای یک و دو یک کمی بیشتر مثلا توی یک مطرحه و بعد میره داخل چی؟ میره برای فصل سوم، فصل سه دهم. خب اول راجع به پیوند، من پیوند رو تعریف کنم، دقت بفرمایید. پس اول پیوند، تعریف، ارتباط الکترونی بین اتم های عناصر. پس پیوند خواهد بود ارتباط الکترونی بین اتم های عناصر. خب همینجا مشخصه که این تعریف با نیروی بین مولکولی سازگار نیست، درست شد؟ خب نیروی بین مولکولی و اونجا هم به شما میگه که پیوند شیمیایی. خب یعنی اینجا بین مولکول‌ها یک سری نیروی جاذبه دافعه وجود داره، اینجا یک ارتباط الکترونی بین اتم‌ها وجود داره. اینو برای این میگم که شما در قسمت نیروهای بین مولکولی بعضی وقتا با کلمه پیوند برخورد میکنید، مثلا پیوند هیدروژنی که الان سر جاش توضیح میدم. پس پیوند هیدروژنی پیوند نیست، یک نیروی بین مولکولی است. بسیار خوب، این از تعریف پیوند. اما شما باید چند تا سوال راجع به پیوند جواب بدید. اینکه پیوند چرا شکل میگیره؟ پیوند چگونه شکل میگیره؟ و دیگری اینکه انواع این پیوندها چیست؟ پس تکرار میکنم، پیوند چرا شکل میگیره؟ پیوند چطوری شکل میگیره؟ و انواعش چیه؟ خب یعنی به عبارتی چرا اتم های عناصر با هم ارتباط الکترونی برقرار میکنن؟ چرا داد و ستد الکترونی میکنن؟ چرا این مبادله انجام میشه؟ به چه دلیل؟ خب چرا پیوند انجام میشه؟ رسیدن به پایداری. اتم ها الکترون رو مبادله میکنن برای اینکه به پایداری برسن. حالا مثلا میتونید بگید به اوکتت برسن. اوکتت هم بالاخره هر کی به اوکتت برسه، قبلا هم گفتیم هر کی به اوکتت برسه یعنی اون عناصری که اتم هاشون به اوکتت میرسن پایداره. هر کی به اوکتت برسه پایداره، اما هر کسی که هر اتمی که پایدار باشه لزوما اوکتت نیست، ممکنه اوکتت باشه ممکنه اوکتت نباشه. به همین خاطر میسیم به پایداری میرسه. چطوری این شکل میگیره؟ چگونگیش به چه صورتیه پیوند؟ میگیم غلبه نیروهای جاذبه بر دافعه. نیروهای جاذبه به دافعه باید غلبه کنن. خب بین دو اتمی که در کنار هم قرار میگیرن شما چند نیروی جاذبه و دافعه دارید؟ دقت بفرمایید، من اینجا نشون میدم. مثلا فرض کنیم یه اتم، اینم یک اتم دیگر، بر فرض چند تا نیروی جاذبه و چند تا نیروی دافعه وجود داره. من دو تا دافعه دارم و دو تا جاذبه. نگاه کنید، بین هسته با هسته دافعه وجود داره، بین پوسته های الکترونی دافعه وجود داره، دو تا دافعه، و در مقابل دو تا جاذبه هم داریم. یعنی هسته این پوسته اینو جذب میکنه، هسته این هم پوسته اینو جذب میکنه. پس دو نیروی جاذبه و دو نیروی دافعه. اگر نیروهای جاذبه بر دافعه غلبه کنند این دوتا به هم نزدیک میشن و امکان مبادله براشون فراهم میشه. اگر این دوتا به هم، نیرو جاذبه دافعه غلبه کن. حالا خیلی نمیخوام دیگه واردش بشیم. انواع پیوندهاتون، ما دو نوع پیوند خواهیم داشت. ببین مفهومش یعنی این که آیا این مبادله با قانون به خصوصی انجام میشه یا نه این فقط مثلا هر کی هر جوری دلش بخواد میتونه ارتباط الکترونی برقرار کنه. خیر، فقط روی ضابطه و رابطه مشخصی این انجام میشه، قانون داره. بسیار خوب، ما تو پیوند ها دو نوع پیوند داریم. یکی پیوند یونی یا الکترو والانسی و یکی پیوند چی؟ اشتراکی یا کووالانسی.
یکی پیوند یونی الکتروالانسی، اشتراکی کووالانسی، والانس یعنی ظرفیت، والانس به معنی ظرفیته، الکتروالانسی یعنی الکترون از یک والانسی به والانس دیگه داره منتقل میشه. حاصل پیوند یونی یونه، کاتیون و آنیون. و در مورد اشتراکی کووالانس، کو یعنی هم، والانس یعنی همون ظرفیت، یعنی هم والانس شدن، یعنی اشتراک والانس ها، یعنی اشتراک الکترون ها. اسمش هم تو ترجمه فارسی پیوند چی؟ اشتراکی. خیلی خوب، حالا کمی راجع به این میخوایم صحبت بکنیم که پیوند یونی و پیوند اشتراکی به چه صورت هستن و انواعشون چیه. خب پیوند یونی، تو پیوند یونی اولا میگم اسمش روشه دیگه، الکترون از یک اتمی به اتم دیگری منتقل میشه، کاتیون و آنیون تشکیل میشه. مثلا ما طبق کتاب دبیرستان، دبیرستان شما میایم و تمام نمک ها رو، پیوند هاشو بین کاتیون آنیون هاشو، خب یونی در نظر میگیریم، همه داخلش پیوند یونی داره، اینا شبکه بلور دارن و الی آخر. این که چرا، چطوری پیوند یونی تشکیل میشه، شرایط تشکیل پیوند یونی چیه، ماجرای خودشو داره. فقط بدونید که پیوند یونی بین فلز قوی و نافلز قوی تشکیل میشه، فقط در همین حد. یعنی مثلا بین فلز گروه یک، فلزات قلیایی و که فلزات قوی هستن، و نافلزهای قوی، گروه 17 هالوژنها، پیوندتون یونیه، درست؟ پس بین فلز قوی و نافلز قوی. خب اکثر پیوندهای ما از نوع اشتراکی هستن یا از نوع چی هستن؟ از نوع کووالانسی هستن. خب پیوند کووالانسی دو تا تقسیم بندی میشه براش انجام داد. پیوند یونی که گفتیم تشکیل یون میده بین فلز قوی و نافلز قوی، و دو سه تا نکته که باشه تو قسمت‌های بعدی سر جای خودش. اما پیوند اشتراکی ما دو جور براش تقسیم بندی می‌کنیم. تقسیم بندی اولش از نظر تعداد الکترون اشتراکی، و دومیش از نظر قطبیت. خب از نظر تعداد الکترون های اشتراکی ما سه نوع پیوند در حقیقت کووالانسی داریم. یکی می شود، همتون بلدید، کووالانسی یگانه، کووالانسی دوگانه و کووالانسی چی؟ سگانه. و از نظر قطبیت ما دو جور بررسی داریم، یکی پیوند قطبی است و یه پیوندی هم پیوند چی هن؟ ناقطبی هن. دقت بفرمایید، ما پیوند قطبی ناقطبی، مولکول قطبی ناقطبی هم داریم، اینا با هم قاطی نشه. بسیار خوب، اولا راجع به کووالانسی ها، باز اینا رو میدونید، کووالانسی یگانه، هر کدام از دو طرف پیوند یک الکترون به اشتراک بگذارن. تو دوگانه ها هر کدوم از دو طرف پیوند دو الکترون، برای هر کدوم مثال خواهیم زد، به اشتراک میگذارن. تو سگانه هر کدام از دو طرف، خب طبیعتا میشه چی؟ سه الکترون اینا میان به اشتراک میگذارن، یه الکترون، دو الکترون، سه الکترون، اینا به اشتراک میگذارن. پس میشه پیوند کووالانسی یگانه و دوگانه و سگانه. برای مثال هاش هم حتما این مثال ها رو دیدید. به عنوان مثال، مثلا تو پیوند کووالانسی یگانه، خب مثلا به عنوان مثال هاش با هاش هر کدام یک الکترون برای اشتراک میارن، میشه کووالانسی یگانه. برای مثلا کووالانسی دوگانه شما میتونید اینجا مثلا هاش دو رو مثال بزنیم، اینجا او دو رو مثال بزنیم، اینجا ان دو رو مثال بزنیم. مثلا او دو، ببینید الان او همین اتفاق براش میفته، این اکسیژن دو تا الکترون تک داره، یه اکسیژن دیگه میاد کنارش، هر کدوم دو تا میارن و به شما یک پیوند دوگانه میدن که با دو تا خط نشون داده میشه. یا پیوند کووالانسی سگانه مثل نیتروژن، دقت بفرمایید، این نیتروژن سه تا تک رو با یه سه تا تک دیگه مشترک میکنن و یک پیوند سگانه به شما خواهند داد. سه الکترون مشترک کنن میشه
پیوند سگانه، دو تا میشه دوگانه، یکی میشه یگانه، خیلی ساده است. اما در مورد قطبیت، اولا قطبی بودن به معنی سر مثبت و منفی داشتنه، به این مفهوم که بیاد یکی الکترون ها به سمت خودش بیشتر نزدیک کنه. یه لحظه دقت بفرمایید، یه کوچولو دقت کنید. ببینید ما پیوندمون یا یونی ان، که خب اونایی که یونی ان که آنیون و کاتیون ان دیگه، معلومه که نیروی جاذبه وجود داره، یکی مثبت یکی منفی. اما اگر پیوندتون کووالانسی باشه دو اتفاق ممکنه بیفته. ممکنه شما پیوند کووالانسیتون رو بین دو تا اتم یکسان انجام بدید. مثل چی؟ مثلا فرض بفرمایید همین ان و ان که دارید میبینید، همین هاش و هاش، همین او و او، خب همین ان و ان، اینا الکترون های اشتراکیشون، یا هاش و هاش فرقی نداره، حالا این چون ساده تره روش بررسی انجام میدیم، این هاش و هاش. خب ببینید نه این اتم هیدروژن نه این اتم هیدروژن هیچ کدام نمیتونن الکترون ها رو، الکترون های مشترک، الکترون مشترک رو به سمت خودشون نزدیک کنن، این امکان پذیر نیست، نمیتونن این کار انجام بدن. بنابراین الکترون های مشترک، فرضا این یک فرضه، الکترون های مشترک انگار دقیقا در فضای بین این دوتا وایستاده، نه به این نزدیک نه به اون، میزان دسترسی هر دوتا بهش یکسانه، بنابراین هیچ قطب مثبت و منفی تشکیل نمیشه، یعنی هیچ سر مثبت و منفی ندارید، پیوند رو دارم عرض میکنم. در حالی که مثلا هاش سی ال، برفرض در هاش سی ال، حالا آیا توان جذب الکترون برای هاش و سی ال یکسانه؟ خیر، اینا یکیشون توان جذب بیشتری داره. حالا اگه بخوایم اینجوری نگاهش کنیم، کلور نافلزیش بیشتره، قدرت نافلزی بیشتری داره، پس الکترون ها رو به سمت خودش بیشتر جذب میکنه، پس بنابراین ابر الکترونی کمی روی کلور متمایل شده، کمی کشیده شده به سمت کلور. ببینید اگر مثال حالا فرضی بخوایم بزنیم، فرض این، اگر فرض کنیم که این مثلا نقطه چینی که من دارم این وسط میکشم، اینا الکترون های مشترکن، فرض داریم نمادینشونش میدیم، بین این هاش و این هاش این خط درست در مرکز قرار گرفته، نه به این هاش نزدیکه نه به اون هاش، به هیچ کدام، اما بین هاش و سی ال، سی ال قدرت جذب الکترونش بیشتره، خب و بنابراین به سی ال نزدیکتره. فرض کنید حالا به صورت اغراق‌آمیز این شکلی باشه، بیشتر به سی ال متمایله، پس ابر الکترونی تمرکزش روی کلوره، کلور این مثل اینه که انگار بگیم مثلا سر هیدروژن کلا گذاشته، کشیده این الکترون‌ها رو یه ذره به سمت خودش، نگه داشته به سمت خودش، به اون سمت کشیده شده. بسیار خوب، پس این میشه پیوند، عرض کنم برعکس نمیشه، این پیوند ناقطبیه بچه‌ها، این و پیوند قطبیست، اینو اصلاح کنید. مثالایی که زدیم روبرو خودش بنویسیم، این ناقطبیه، اون چیزی که نوشته بودیم رو اصلاح کنید، بالا پایین بود، مثالاش روبرو خودش نبود، پیوند ناقطبیه و این پیوند قطبیست، درست شد؟ پس پیوند قطبی یعنی پیوندی که سر مثبت و منفی داره، یعنی یکی از اتم ها انگار سهم بیشتری از الکترون ها رو داره به سمت خودش میکشه و نصیب خودش میکنه. کتاب اینجوری برای شما میگه، چی میگه؟ میگه اگر پیوند بین دو اتم جور هسته، خواهید دید تو دوازدهم، اگر پیوند بین دو اتم جور هسته، یعنی دو اتم یکسان تشکیل بشه، این پیوند میشه قطبی. دقت بفرمایید، پیوند میشه ناقطبی، اینو دقت کنید، اگر پیوند بین دو اتم جور هسته باشه میشه قطبی، بین دو اتم یکسان میشه قطبی، اگر بین دو اتم ناجور هسته، حالا خیلی کلمه‌ش هم خیلی خوشگل نیست، ناجور هسته، یا بین دو اتم غیر یکسان تشکیل شده باشه میشود پیوند قطبی. پس بین دو اتم یکسان ناقطبی، دو اتم غیر یکسان میشود قطبی. اما این یک ملاک برای تشخیص علمی هم داره، اون رو من بهش اشاره میکنم، در کتاب در فصل 3 دوازدهم هست، توی دهم
اشاره‌ای بهش نمی‌کنن، ولی ای کاش بهش اشاره می‌کردن و ای کاش تعریف می‌کردن، ابهام‌ها مقدار زیادی برطرف میشه، درست؟ ولی حالا به هر حال من اینجا میگم و بعداً اضافه‌اش رو، یعنی ادامه اون ماجراش میره برای 12 فصل 3. خب پس یکی از روش‌های تشخیص قطبیت در پیوند کووالانسی اینه که بین دو اتم جور هسته باشه یا ناجور هسته. جور هسته باشه ناقطبی، ناجور هسته باشه میشه پیوند، و پیوند میشه قطبی. خب اما یک جور دیگری هم میتونیم استفاده کنیم ازش. پس من اینو اینجا یادداشتش میکنم به عنوان حرف آخر، اینجا مینویسمش. پس قطبیت رو، دقت، قطبیت پیوند رو من دو جور میتونم بررسی کنم. یکی نوع اتم ها که الان دیدید گفتیم دو اتم یکسان و غیر یکسان تعریف کتاب، و دو میشه الکترون نگاتیوی یا الکترون خواهی. خب الکترون نگاتیوی چیست؟ تمایل نسبی عناصر به جذب الکترونی. آقای به نام پاولینگ اومده یک مقیاسی زده به نام الکترون نگاتیوی، تمایل نسبی اتم ها عناصر به جذب الکترون. پس هر کسی عدد الکترون نگاتیویش، این که چجوری محاسبه میشه و محاسبتش چیه نمیخوایم، مثلا تمایل نسبی، یعنی هر کی الکترون نگاتیویش بیشتر باشه قدرت جذب الکترونش چیه؟ بیشتر خواهد بود، درست؟ خب این که چجوریه و اینا و آقای پاولینگ محاسباتش بوده ما نمیخوایم، تعریف رو میخوایم، تمایل نسبی به جذب الکترون، و اون اینکه یه سری اطلاعاتی راجبش میخوایم. مثلا در مورد الکترون نگاتیوی پس یک تعریف که گفتم، تمایل نسبی به جذب الکترون، اینو گفتیم بهتون. اما نکته دوم، در جدول تناوبی بیشترین این عدد مال فلوره، میشه 4، و کمترینش واقعا مال فرانسیومه، ولی فرانسیوم نیست، مربوط به سزیومه، میشه 7. و نکته دیگرش اینه که در جدول تناوبی در دوره، در گروه، در دوره از چپ به راست زیاد میشه، در گروه از بالا به پایین کم میشه. یادآوری میکنیم شیمی 11، از چپ به راست خاصیت نافلزی زیاد میشه، یعنی قدرت جذب الکترون زیاد میشه، پس الکترون نگاتیو باید زیاد بشه. تو گروه از بالا به پایین خاصیت نافلزی کم میشه یا خاصیت فلزی زیاد میشه، برمین الکترون نگاتیوی هم کم خواهد شد. البته اینها به طور کلی برقراره، یعنی یه اتفاقات دیگری هم در جدول میفته که بالا پایین ها و تغییرات اتفاق میفته، کم و زیاد های اتفاق میفته که مورد نظر ما نیست، ما فقط یه روند کلی ازش داریم بگیم. یک، دو، ما اصلا در مورد عناصر واسطه صحبت نمی کنیم، عناصر واسطه مورد نظر ما نیستن، الکترونگاتیوی عناصر واسطه تو دبیرستان مورد نظر نیست، یعنی الکترونگاتیوی برای عناصر اصلی در حال بررسی هستیم توی دبیرستان. این از تغییراتش در جدول. پس در دوره این هر دو به طور کلی در دوره از چپ به راست افزایش، تو گروه از بالا به پایین کاهش خواهد داشت. خب بیشترش هم دیگه چیز بیشتری از اینو نمیخواد بدونید. اما چطوری ما تشخیص بدیم قطبیت رو یا ناقطبی بودن رو؟ یک جدول خیلی آسون، یک مقیاس بسیار ساده. خب در مورد اختلاف الکترونگاتیوی، اختلاف یعنی هر اتم یه عدد داره دیگه، بله، اختلاف الکترونگاتیوی دو اتم، بسیار خوب، این اختلاف ببینیم که چه اتفاقی میفته. اگر اختلاف الکترونگاتیوی بین 0 و عرض کنم 14 باشه، 14 تا 1.7 باشه و بیش از 1.7 باشه، پس اختلاف الکترونگاتیوی دو اتم در پیوند با هم عدداش، یا که تو جدولای تناوبی که حالا مفصل تره نگاه کنید، عدد الکترونگاتیوی رو برای هر اتم کنارش نوشته، اگر اختلاف الکترونگاتیوی بین 0 تا 14 باشه این میشه ناقطبی، پیوندتون میشه ناقطبی. اگر بین 14 تا 1.7 باشه پیوندتون میشه قطبی.
و اگر بیش از 1.7 باشد میشود یونی. این کلی توش حرف هست، کلی توش مطلب هست که حالا ما نمیخوایم خیلی واردش بشیم. حالا باز میگم اگه کسی سوالی براش پیش میاد در حدی که بشه توی به دردمون بخوره توضیح میدیم. همینقدر کافیه که ما اینا رو بدونیم. همینشم الان که من دارم میگم سطحش از کتاب بالاتره، دقت میکنید، و به شما اطلاعات بیشتری رو میده برای دید بهتر. ببینید دوباره من میگم اگر اختلاف الکترونگاتیوی دو اتم الکترونگاتیو با تعریف که اینجا کردیم تمایل نسبی و فلان، اگر اختلاف الکترونیک دو اتم 0 تا 14 باشه این میشه پیوند کووالانسی ناقطبی، اگر 14 تا 1.7 باشه میشه کووالانسی قطبی، بیش از 1.7 پیوندتون میشود یعنی. اینجوری واقعا تکلیف روشنه. من نمیدونم چرا کتاب اصرار داره که اینها رو به صورت توصیفی بگه، جور هسته و ناجور هسته و فلان، که هم خیلی دقیق نیست و هم میذاره گنگه. خب اگه عدد بده به راحتی میشه قابل تشخیص دیگه، عدد میده و شما میذارید و معلوم میشه اختلاف الکترونگاتیوی چقدره، اصلا این پیونده یونیه، کووالانسیه، کووالانسی قطبیه یا ناقطبیه. خب بسیار خب، حالا این توضیحاتی که میخواستیم بدیم راجع به پیوند تکمیله، درست؟ ما دیگه باید بریم که مثلا داخل تستا روش تست کار بکنیم، ولی قبلش باید نیروهای بین مولکولی رو هم نگاهی بهش بندازیم. فقط یک مقدمه کوتاهی ازش میگم، بقیه‌اش ان‌شاءالله بمونه برای بعدن. نیروهای بین مولکولی اسمش روشه، بین مولکول هاست، درسته دیگه، بین اتم ها نیست، بین مولکول هاست، از نوع نیروی جاذبه است، جاذبه الکتریکیه. و ما 3 دسته هم توش ما نیروی بین مولکولی میخونیم، پیوند هیدروژنی که حالا اسمش پیونده ولی واقعا پیوند نیست، 1-2 نیروی واندروالسی و 3 نیروی لندن یا واندروالسی نوع اول، واندروالسی نوع دوم، هیچ مشکلی هم نداره. راجع به اینا بعداً توضیح میدیم و ان شاءالله بعدش تست و اینا کار میکنیم. در پناه خدا باشید.